شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. درود بر شما آقای دکتر، من از آمریکا با شما تماس میگیرم. 34 سالم هست و 4 تا سوال ازتون داشتم. همه سوالها مربوط به تعلیم و تربیت فرزندانه. من و همسرم الان 2 ماه و نیم باردار هستیم و ما قبل از اینکه اقدام بکنیم حتی برای باردار شدن، من به سیدیای شما گوش کردم و سعی کردم در حقیقت همه چیز رو تا حد امکان برنامه ریزی بکنم. اما الان که باردار هستم به یه سری مشکلات و سوالات برخوردم که خیلی به کمک شما احتیاج دارم. همسرتون چند سالش؟ نصب کنید. همسرتون چند سالشونه؟ همسر من 35 سالشه. ایرانی هستن؟ نه خیر، ایشون آمریکایی هستن. شما چه مدتی هست آمریکایی؟ من از 18 سالگی آمریکا هستم. خب شما و ایشون هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ من چشم پزشک هستم و پرکتیس میکنم. همسرم هم رشتهشون مکانیک هست و الان با عنوان استوری منیجمنت منیجر دارن کار میکنن. و چه مدتی است با هم آشنا هستید؟ ما 2 سال قبل از ازدواج با هم آشنا بودیم و الان 1 ساله که ازدواج کردیم. به من بفرمایید هر دو فرزند چندم هستید؟ من فرزند اول خانواده از 2 فرزند هستم. 1 برادر 3 سال کوچکتر از خودم دارم و همسرم فرزند دوم از 2 فرزند هستن، خواهی و 1 خواهر 3 سال بزرگتر از خودشون دارن. بسیار خب، بریم سراغ مطالبی که براتون مطرح شده. چه هست؟ خیلی ممنون. من به خاطر اینکه تصمیم داشتیم بچه دار بشیم، از تقریبا از اول ازدواج شروع کردیم سیف کردن، به خاطر اینکه من تصمیم داشتم که وقتی که باردار شدم دیگه مثلا مترنیتی لیو که تموم شد، من بازم دوست داشتم که بمونم و بچه رو بزرگ کنم. و بر اساس سیدیای شما خب نگران سپریشن انگزایتی بودم و الان به مشکلی که برخوردم اینه که درآمد من، اگر من 3 دلار در میارم، همسرم 1 دلار در میارم و کاری که الان در جایی که استخدام هستم، ما بعد از این که مترنیتی لیو من که 3 ماه هست تموم میشه، 1 ماه فاصله هست هنوز تا اینکه قرارداد من تموم بشه با این محل کار. خیلی موقعیت شغلی خوبیه و من نمیخوام برگردم بعد از اینکه این 1 ماه تموم شد سر کار. دوستم کنار بچه باشم، اما دلم نمیخواد به خاطر حالا این 1 ماه کار و نگه داشتن این شغل، به خاطر اینکه بتونم دوباره بعد از 2 سال برگردم بهش، یک کاری رو که اینقدر روش سرمایه گذاری کردم و وقت گذاشتم که بچه دچار استرس نشه، به خاطر این 1 ماه همه این برنامه ها رو بریزم به هم. دوست داشتم از شما بپرسم که شما فکر میکنید عاقلانه اینه که اون 1 ماه رو هم ازش بگذرم، بمونم کنار بچه تا 24 ماهگی، یا اینکه به خاطر اینکه این شغل خیلی خوبیه، وقتی که بچه 3 ماهش هست، تقریبا از 3 ماه تا 4 ماه بچه، من برگردم سر کار و در حقیقت قراردادم رو تموم بکنم. ببینید، مواردی از این قبیل یه مقداری برمیگرده قبل از هر چیز به ماجرای این انتخاب شما درباره شغل و ادامه کار و زمینه که فراهم کنید. یعنی آیا واقعا در محیط کاری شما افراد متوجه نیستن که شما یه نوزاد 3 ماهه دارید و 1 ماه دیگه به قراردادتون مونده، بیان اون رو یه جوری به شما به نوعی پاگذار کنن، هرچی نامشو میشه گذاشت، که شما این تفاوت پیدا نشه، مثلا با توجه به اینکه 4 ماهگی نمیخواید کار بکنید، برید حالا 24 ماه نه، ولی مثلا پس کنید 14 16 ماه بعد وقتی بچه 20 ماهگی میرسه، شما بتونید برگردید به محیط کار. یعنی واقعا یه چنین گوش شنوایی و نمیخوام بگم مهربونی، انصافی نیست که بگم خب ما این 1 ماه رو به تو میبخشیم و بعد این رو به حساب اینکه تو ترک کارتو کردی، مثلا بعد از اینکه 3 ماه نبودی، این 1 ماه هم خیلی برنامه های اون مؤسسه یا کلینیک رو به هم نمیرزه، بشه باشون از قبل مذاکره کنید که اون 1 ماه رو به شما بدن؟
من واقعا چون هنوز با شما صحبت نکرده بودم اقدامی نکردم برای اینکه یک ایمیلی بفرستم و این درخواست رو داشته باشم و اصلا میخواستم اول با شما مشورت کنم. چرا حضوری ملاقات نکنید با شما؟ به خاطر اینکه این آقای دکتری که در اصل رئیس من هستن یک مقدار خیلی زیادی سکسیست هستن و اساساً کلن با خانم‌های پزشکی که همکار من هستن به خاطر همین مترنیتی لیو یه دیدگاه مثلا پایینی دارن نسبت به ماها و احساس نمی کنم که اصلا اون کامپشن و حالا اون اندرستندینگی که حالا این بنده خدا داره میره بچه به دنیا بیاره رو اصلا داشته باشه. نه خب مؤسسه خصوصیه، پدر و دختر هستن ولی نه مؤسسه خصوصیه اینجا یا چی؟ بله. حالا شما چرا فکر کنید تنها جایی که برای شما کار هست اونجا هست؟ نه کاملا درسته، باهاتون موافقم، یعنی احساس میکنم الان که باهاتون حرف زدم در حقیقت جوابمو گرفتم. آخه ببینید عزیز، برای که آخه یه همچی محیطی بعدش هم به دردتون نمیخوره، چون شما فرزند دوم هم خواهید آورد، یعنی خودتون درگیر یه جایی میکنید. حالا یه زمانی هست که آدم هیچ راهی و چاره ای نداره، اون رو میپذیره، ولی به نظر من اینجا که شما با توجه به توانایی و تخصصتون و اینا بعدم یه کاری که به هر حال برنامه‌ریزی کردید و میدونید با وجود مسائل و مشکلاتش حاضرید اون رو بپذیرید، شما اگر باهاتون کنار آمدن اومدن نه نیومدن خب اونجا رو ترک میکنید. پرونده‌ای برای شما درست نمیشه. کار عجیب غریبی نیست، شما به هر کسی که توضیح بدید متوجه میشه که نهایت نامهربانی رو کردن و تا انصاف رو و عدالت رو رعایت نکردن، چه رسه به نامهربانی. نه من فکر کنم باشون صحبت کنید، ازشون بخواید فرصت رو بدن، ندادن بعد از 3 ماه هم برنگرد برید. چون ببینید شما در حقیقت 3 ماه نبودید، 1 ماه میخواید برید باز. من اگر یه مسئول موثری بودم ترجیح میدادم کسی که 3 ماه داره کار میکنه 1 ماه برنگرده باز دوباره بره مثلا 20 ماه دیگه بیا، مثلا برای من مسخره است. اون 1 ماه هم نه، برای که تازه شما نظم همه چیز رو به هم میزه، حتی صلاح خود اونا از نظر کارشون هم این نیست، اونم تازه بیمارانی که شما میبینید یه تداومی دارن، یعنی شما برید بیمار رو شروع کنید برای مثلا 1 ماه تحویل یه پزشک دیگری بدیدش. درسته، نه 100% درست میفهمید. بعد من یه سوال دیگه در مورد زبان داشتم، به خاطر اینکه من انگلیسی صحبت میکنم، همسرم فارسی صحبت نمیکنن. دوست داشتم که اگر مثلا عاقلانه هست بچه ما بتونه 2 زبون رو، حالا فارسی رو تا حدی و 100% اصلا. من موافق نیستم از این. من تو سیلیا مردم. ببینید روزی که من شما آمدیم مثلا امریکا و ازدواج کردیم با یک غیر ایرانی یا امریکایی، اینجا دیگه اینکه پسرم یا دخترم میخوام فارسی بلد باشه معنی نداره. یعنی عملا من از قبل یه چیزایی که در انتخابم میتونسته موثر و آپشن ندی، حالا اینجا اجبار. بعدم من اصلا با این راحت نیستم که مادری با فرزندش، پسرش و دخترش حرف بزنه، شوهرش نفهم اینا چی میگن. یعنی یه محیطی به وجود میاد و یا حتی به دلایلی این گفتگو که شما با او دارید بعدا با اعضای خانواده خواهید داشت، بعد همسر شما در خانه خودش احساس کنه غریبه است و پذیرفته نیست و آدم ها میتونن حرف بزنن. به همین جاست که حتی شما میدونید بسیار از اوقات ممکنه در جلسات اول به دلیل کنجکاوی آدم ها راحت باشن، ولی بعد از یه مدتی آدم ها حوصله ندارن بیان توی جمعی که دیگران به یه زبون هم اونا بگیرن بشن نفهمن چه خبر است، و بعد هم حتی مثلا همه میخندن اینا تکلیفش رو نمیدونن، برای که اگه به خنده اونا بخندن مسخره است، نخندن یه جور دیگه عیب و ایراد داره. بعدم من همیشه عرض کردم تو این گونه موارد مفید نیست. بعدم شما نگاه کنید عزیز، شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که شما در امریکا تشریف دارید و همسرتون هم ایرانی هست، از 100 تا بچه که پدر و مادر ایرانی هست ضمن خودشون هم علاقه من به فرهنگ و جامعه و روابط هستن، حتی 2 تا بچه 5 تا بچه امکان نداره خواندن و نوشتن به درد بخوری بلد باشن یا فارسی بتونن به خوبی و درستی حرف بزنن، مخصوصا فرزند دوم. حالا بچه اول پدر و مادر چون باش حرف میزنن یاد بیشتر میگیره، بچه دوم وقتی که میاد اولی به دلیل اینکه به محیط امریکایی رفته و انگلیسی یاد گرفته، حالا تجربیات هم همه در محیط امریکاییه، نتیجتا شروع کنه انگلیسی باش حرف زدن. و
بنابراین شما اگر حتی فرزند اولتون یه توان کمی هم داشته باشه، دوم اونم نداره. بنابراین وقتی پدر و مادر ایرانی در امریکا از 100 تا بچه 95 تاش فارسی به درد بخوری، جز یه تعارف ها و حرف های عادی و معمولی که اونم معمولا در روابط محدود خانواده است که غالب اوقات در وقت گفتگوش رو هم خودشون احساس بدی میکنن، هم دیگران برداشت غلط کنن، فایده برش مترتب نیست. بنابراین اگر ما اینجاییم و اینجا موندیم، این فکر که حالا من میخوام فرزندم فارسی بلد باشه نیست. فرزند شما بینه 4 تا 6 سالگی یا 3.5 تا 4 سالگی میتونه بیاد زبان فارسی رو یاد بگیره، چون اون موقع وقت آموختن زبانی و خواندن و نوشتن رو اگر علاقه مندید، اونم در حد محدودی، ولی شما باش انگلیسی حرف میزنید، او اینم داره برای چی نمیدونم، ولی اگر خواستید. و بعدم مهم نیست که همسرتون با این کار موافق باشه یا نه، برای که با وجود موافقتش هم بعدم متوجه میشه انتخاب و تصمیم درست نیست. تازه یه بار سنگینی است رو دوش بچه، یعنی این یه امتیازی نیست، مگر اینکه شما بگید ما دوربر اون 50 تا خانواده ایرانی هستن، ما فقط با ایرانی ها در ارتباط هستیم، اصلا خانواده شوهرم و فامیل و دوستانش نیستن، روابط ما اونجا محدوده. خب این محیط که پسر یا دختر من توش هست که ایرانیه، خب شوهرم هم هست، حالا اون چه بهتر یه ذره بدونه. ولی به گونه ای که شما مطرحش میکنید، من عرضم این است که اگر ما زن و شوهری هستیم که یکی متعلق به کشور دیگری است و ما اومدیم و اونجا میخوایم بمونیم، نه اینکه بخوایم بریم ایران، هیچ دلیلی وجود نداره که ما بخوایم زبان فارسی رو که اولا بچه ها نمیپذیرن، بچه ها با وجود پدر و مادر ایرانیشون نخواهند داشت، ما بخوایم این زبان رو به اونا به نوعی بیاموزیم و گرفتاری ها و مسائل و اشکالاتش رو بعدا تحمل کنیم. اینی که به نظر من شما اصلا از اون بگذرید، این که شما بخواید در حد مثلا 100 تا 200 لغت یا 100 تا سلام حالتون چطوره مرسی متشکرم از این حرفا بخواید به بچه، اونم بعد از 4-5 سالگیش، اگه تازه علاقه من باشه و به عنوان یک کاری که خوبه و جلب توجه میکنه انجام بدید، تو میتونم بفهمم موافق باشم، ولی خارج از اون نه عزیز. چشم. و یه سوال مربوط بازم مربوط به همین موضوع، مثلا اینو من به خانواده خودم که حالا فارسی زبان هستم خیلی بدون تعارف و بدون اما اگر باشون مستقیم در رابطه بذارم که لطفاً فقط انگلیسی باهاش صحبت بکنید که بچه‌م گیج و گم نشه، درسته؟ کاملا درسته عزیز، آخه اونقدر مدتش مهم نیست، برای شما میتونید بذارید اونها حرف بزنن. فرض کنید مادر شما یا پدرتون بخواد یه چیزی یادش رو بده، اون میدونید مثل چی مونه، مثل ماهی که برخی از وقت یه جمله یا یه ترانه امریکایی یا فرانسوی بلدیم میخونیم بدون اینکه قبل و بعدی داشته باشه، ولی اینکه یه باید است و باید بشه و بره کلاس و حرف بزنیم و بگیم فارسی حرف بزن و این فارسیش چی میشه و تستش کنیم و امتحانش کنیم، نه. پس که میره خونه مادر شما، اونجا 4 تا لغت هم یاد میگیره، خیلی از اوقات برای بچه‌ها اتفاقاً فان هم هست، یعنی فکر کنن یه چیزی هست که براشون جالب و جاذبه، حتی میان تو خونه مثلا به شما یه لغتی رو میگن، شما میخندید تو میره تموم شده. درسته، فهمیدم، خیلی ممنون. و من یه سوال آخر از شما داشتم، با توجه به اینکه این برای فرزند ما در اصل نوه، تنها نوه و اولین نوه دو طرف خانواده است، هم همسرم هم خودم، من یک مقدار با توجه به شناختی که از هر دو طرف دارم و جالب اینه که بیشتر خانواده همسرم با اینکه ایرانی نیستن، یک مقدار نگران حد و مرز گذاشتن برای اینکه بتونیم این خانواده هسته‌ای رو هسته‌ای نگه داریم هست. من یک نه. مقدار مثلا اصلا نباشید عزیزم، نه ببین، اینا در عالم نظر و تئوری و قبل از آمدن بچه هست، بعدش یک اصلا به اون صورت نخواهد بود که شما از قبل بخواید پیش بینی کنید، دو اتفاقی نمیافته. ببینید اینکه فرزند شما میره خونه پدر مادر شما و اونجا فارسی هست و غذا ایرانی هست و اینا هست، براش یه تعارفیست، مثل ما که میگیم بیاد بریم یه رستوران تایلندی یا چینی یا نمیدونم ژاپنی هم تجربه کنیم، و بعدم وابستگی یا اینا مسئله نخواهد بود، اون انتخاب شماست که بعدن چه تو یک سال اولش چه تو سه سالگیش یا تو زمانهای دیگه تصمیم بگیرید که میخواید چه کنید، و اونجاست که شما میتونید حد و مرزا رو بکشید. اگه به شما بگید شما من نگران این هستم که حتی 5%
این موضوع مسئله آفرین باشه، به خاطر اینکه نوه اولن تو دومن تو اینا، اصلا من نگرانش نیستم. من یه مثال بزنم، شاید یه مقدار عمق این ماجرا رو بتونم بهتر توضیح بدم. ما وقتی که اعلام کردیم به خانواده همسرم که ما باردار هستم، من شروع شد که او خب چقدر خوب، مثلا مامان همسرم مادرشون میاد اینجا میمونن یه هفته و پدرشون میاد آخر هفته سر میزنه و مادرشون اینجا کنار من هستن که بخوان کمک کنن که از بچه نگهداری بکنیم. و من اون موقع یه مقدار خب چون شوکه شده بودم و در اصل نمیخواستم حالا بدون فکر کردن چیزی بگم، یه مقدار خندیدم و گذاشتم این مسئله بگذره، ولی احساس میکنم که ابدا نگران اینا نباش خانم دکتر، نگران نباش. اولا تو 3-4 ماه اول اصلا بچه تشخیص نمیده شما مادرشید یا او پدرشه یا مادر بزرگ، اصلا براش معنا نداره. یعنی همون چشمی که شما توش متخصص هستید پیامو میفرسته، ولی مغز اصلا نمیتونه تفکیک کنه. بعد از یه مدتی هم همه این بازی‌ها تموم میشه، بیخود نگرانی. بعدم اگر موضوع مسئله پیدا شد حل کنید. من به شما مینویسم میفرستم که 1-5% این نگرانی شما در واقعیت و عمل اتفاق نمیفته. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، واقعا ممنونم از همه جواباتون. خیلی ممنون از وقتتون. زنده باشید آقای دکتر.